جناب عالی تشریف آوردن و سفر کردن و سختی های تحمل کردن و در این درگاه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام تشریف آوردن و ما را دیگه خیلی خوشحال کردن و از طرف درگاه عالیه و از طرف اراکین و از طرف سیکرتری جناب وصال مهدی و درگاه عالیه ما تشکر نمایم که حضرت علی تشریف آوردن و در این درگاه عالیه ما را رونق بخشیدن. ما انشاءالله چهار روز اینجا مثلا سخنرانی های مختلف و علماء کرام داریم که از هر جایی مختلف هندوستان اینجا آمدن و سخنرانی هم کردن. بار دیگر هم تشکر میکنیم مهمانان ما و خیر مقدم میگوییم. آپ حضرات سے گزارش ہے آنے والے مہمانوں کا استقبال دونوں ہاتھ بلند کر کے بابا سے بلند نعرہ حیدری پٹی دیوار در بولا حیدری. میں سب سے پہلے برائے تشکر سیکرٹری درگاہ عالیہ کو دعوت دینا چاہوں گا جناب وصال مہدی صاحب تشریف لائیں اور آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. آپ کے سامنے سیکرٹری درگاہ عالیہ جناب وصال مہدی, ان کا بھی استقبال بابا نے بلند آ رہے صلوات سے کیا جائے. اللہم صل علی محمد نعرہ حیدری. السلام علیکم. اس شعر کے ساتھ میں یہ اپنی تقریر بہت مختصر شروع کرتا ہوں کہ جو سرزمین نجف پر پہنچ نہیں سکتے, جو سرزمین نجف پر پہنچ نہیں سکتے یہاں وہ عاشق مولا بلائے جاتے ہیں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا جو زائرین یہاں پر آئے اور انہوں نے انتظامیہ کمیٹی کے ساتھ خدمت کی اور اس چار دن کے اپنے پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھ کر سمجھا. اس کے بعد انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے مولانا کلب رشید صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایران کے سفیر کو یہاں پر لے کر آئیں تاکہ وہ دیکھیں یہاں پر کہ شیعہ اس کا سب سے بڑا پروگرام یہاں پر ہندوستان میں ہوتا ہے, ان کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اتنے لوگ اکٹھا ہو کر انتظام کرتے ہیں اور یہاں پر مجلسیں برپا ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب سفیر صاحب کا, نائب سفیر صاحب کا اور کلب رشید صاحب کا انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے ہماری ہمت افزائی دی. شکریہ. ایشور مدیر درگاہ بودن کے تشکر فرمودن آج یہ غلام رضا انصاری سفیر ایران جمہوریہ اسلامی ایران و نائب سفیر آقای شجاعی کہ آقای وصال مہدی تشکر عرض کردن و خیلی خیر مقدم بھی گوئی از طرف ما و از طرف ہمیں کہ حضرت علی تشریف آوردن و این درگاہ را رونق بخشیدن. ما ہم برای چند لمحے دعوت می دیم سفیر ایران جمہوری اسلام آقای غلام رضا انصاری رو کہ تشریف بیارن و از بیانات ایشون استفاده می کنیم. ما ہم بے ذکر صلوات دعوت کنیم باواز بلند. ہمیں استقبال کرنا ہے ایران سے آئے ہوئے سفیر کا, ہم انہیں چند لمحے کے لیے دعوت دے رہے ہیں تو باواز بلند نعروں کے ساتھ استقبال ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین. افتخار بسیار بزرگی برای من هست که امروز در جمع بسیار با شکوه شما
جمع دوستداران اهل بیت در این نقطه مقدس موفق شدم که حضور پیدا کنم. این افتخار بزرگی که شما امروز از نقاط مختلف هند اینجا به نام حضرت علی، به نام امام حسین دور هم جمع شدیم. به من گفتن که این مراسم بیش از چندین صد سال هست که در این مکان مقدس برگزار میشه. همه شما و ما باید بدونیم اون چیزی که ما رو اینجا دور هم جمع کرده عشق علی و عشق امام حسین بوده. بنابراین باید بدونیم این همه زحمت راه رو کشیدیم و اومدیم به عشق حضرت علی، باید بدونیم که باید جزو پیروان و دنبال روی زندگی اون حضرت در زندگی خودمون باشیم. همه باید به دنبال اجرای نظرات حضرت علی در زندگی خودمون باشیم. شجاعت حضرت علی، پرهیزکاری حضرت علی، زندگی ساده حضرت علی، اینها همه باید الگوی ما باشه و از همه مهمتر خدمت به مردم کردن، عشق و محبت به مردم داشتن، این جزء اعتقادات بوده و اعتقادات حضرت علی بوده که ما باید دنبال بکنیم. ما اعتقاد داریم که اگر همه مردم دنیا به دنبال راه و زندگی حضرت علی باشند، در این دنیا عشق و محبت، مهربانی و صلح و صفا گسترده خواهد شد. در این روزهایی که شما اینجا دور هم جمع میشین، یکی از کارهای علما این هست که سنت حضرت رسول و راه و روش زندگی ائمه اطهار رو برای شما توضیح بدن و در واقع این توضیحات برای این هست که ما به دنبال راه اونها بشیم و به دنبال زندگی اونها در زندگی خودمون باشیم. سنت پیغمبر اکرم کو ہمیں بتائیں سمجھائیں کہ سنت پیغمبر کیا
حال روابط بین ایران و هندوستان روابط بسیار خوبی هست. فرمایید که بہت اچھی بات ہے کہ ہندوستان کا اور ایران کا رابطہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا ہے. به هر حال امروز ایران به عنوان یک کشور دوستدار اهل بیت و شیعه شناخته میشه. فرمایید که ایران یک دوستدار اهل بیت پہچانا جاتا ہے، یعنی ایران محبت اهل بیت کا ایک ملک پہچانا جاتا ہے. من امیدوارم که همه شما پیروان حضرت علی، پیروان رسول اکرم، انشاءالله فرصتی پیدا بکنید که بیایید ایران برای زیارت امام هشتم، امام رضا. امروز روابط بسیار خوبی بین ایران و هندوستان برقرار هست و این روابط روز به روز در حال گسترشه. هندوستان و ایران کا رابطہ بہت اچھا ہے اور روز بہ روز وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور خدا کی یاد سے ہماری دعا ہے کہ وہ اسی طرح سے قائم ہوتا رہے. ما خیلی خوشحالیم که جامعه شیعیان در هندوستان به عنوان یک جامعه وطن پرست، به عنوان یک جامعه ای که علاقمند به هندوستان هست شناخته میشه. اما باید بدونیم که شیعیان در هر جا هستند باید الگوی اون جامعه و الگوی زندگی باشن که مثل زندگی حضرت علی، مثل زندگی امام حسین، مثل زندگی ائمه، زندگی های باید باشه بسیار پاک و پر از رستگاری و افتخار. من امیدوارم که انشالله شیعیان با کوشش بیشتر، با تلاش بیشتر تبدیل به یک جامعه بسیار الگویی بشن در هندوستان. امروز ما شاهد هستیم که هندوستان کشوریه که به سرعت در حال رشد و شکوفایی در زمینه‌های مختلف علمی و اقتصادی هست. و شیعیان باید سعی بکنن با تلاش بیشتر به ویژه در حوزه ایژوکیشن و علم خودشون رو نشون بدن به عنوان یک جامعه برگزیده و فرهیخته و تراز اول. من میخوام از خانواده های محترم، از پدر مادرها تقاضا بکنم که به موضوع درس خوندن بچه ها توجه ویژه بکنن. باید شیعیان و دوستداران اهل بیت باید در جامعه هندوستان جامعه نمونه باشن. شیعیان و دوستداران اهل بیت تو چاہیے کہ ہر مقام پر ایک فارسی، ہر ایک فارسی ایک نمونہ قرار پائے جہاں پر بھی. و امروز بهترین راه برای اینکه جامعه شما یک جامعه فرهیخته و سطح بالایی باشه اینی که باید به شدت همه به دنبال علم و دانش باشید. یک شیعه خوب امروز اون کسیه که بهترین تلاش رو برای به دست آوردن علم انجام بده، برای یک زندگی بهتر و برای یک زندگی سرفرازتر. کوشش یه همی چاییه که زیاده سفیاده علم حاصل کنه
شما شاهد هستین که رسول اکرم و ائمه اطهار همیشه امت اسلام رو تشویق کردن که باید به دنبال علم باشن. و خوشبختانه در ما مسلمان ها همیشه تأکید شده که هم دخترها هم پسرها باید به دنبال علم باشن. به ویژه خانواده ها باید بیشتر توجه به دخترها داشته باشن. باید به اونها کمک بکنیم تا بتونن بهتر دنبال علم برن، شرایط رو برای اونها بهتر فراهم کنیم، چرا که اونها فردا مادرای خانواده ها هستن و کسانی هستن که بچه ها در دامن اونها بزرگ میشن. زحمت شما برای اومدن به اینجا باید به این خاطر باشه که ما یاد بگیریم چطوری دنبال روی حضرت علی باشیم، چطوری دنبال امام حسین باشیم، چطوری دنبال ائمه باشیم و زندگی اونها الگوی زندگی ما بشه. من به عنوان سفیر ایران در هندوستان افتخار میکنم که واقعا شما شیعیان و شما دوستداران اهل بیت بیش از چند روز در سال در اینجا دور هم جمع میشین و دوباره فکر میکنید و گوش میدید به سخنرانی ها که زندگی ائمه رو یاد بگیرید و اون رو در زندگی خودتون پیاده بکنید. من از همه شما خواهش میکنم که انشالله اگر فرصتی کردین حتما به ایران سفر بکنین. البته کشور مسلمان تحت یک حکومت اسلامی موفق شده که سالها علی‌رغم فشار زیاد استکبار روپای خودش بیسته و یک کشور موفق و آباد و سربلند رو در این سرزمین به وجود بیاره. ایران اس بات پر افتخار کرتا ہے کہ اس نے کوشش کی ہے، تلاش کی ہے اور جو کرنے والے اور کرنے والے اس نے
کسانی که این جمع رو سالانه برگزار میکنن و پشتیبانی میکنن از نظر امکانات، از اونها بسیار بسیار تشکر میکنم و مطمئنم که نزد خداوند اجر بسیار زیادی خواهند برد. و فراموش نکنید که این دوره هم جمع شدن هم توصیه رسول اکرم هست، هم توصیه ائمه اطهار که ید الله مع الجماعه. امیدوارم که هر سالی این جمعیت بزرگتر بشه و تعداد بیشتری از شیعیان و دوستداران اهل بیت در اینجا جمع بشن و هرچه بیشتر شما به زندگی همدیگه توجه داشته باشید و به هم کمک بکنید تا یک جامعه بسیار قابل افتخار و بزرگی بشید. سفر به ایران رو فراموش نکنید، سفر به نجف رو فراموش نکنید، سفر به کربلا رو فراموش نکنید و امیدوارم که انشالله همه شما وضع مالیتون انقدر خوب باشه که هر سال بتونید مکه رو هم انشالله زیارت بکنید. سال دیگه هم بیایم اینجا و جمعیت خیلی بیشتری رو انشاءالله ببینیم اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.